گرایشات متنوعی در جنبش زنان موجود هستش. لطف کنید تفاوت‌های این گرایشات رو کمی تشریح کنید، رو باز کنید. سرای شبابی شما بفرمایید. خیلی ممنون. منم آخرش باید مثل لیلا قرایی که اعلام سلام علیکم تشکر کنم که از وقت دادم. لیلا قرایی داشت هزار گرایش مختلف رو میگفت، خوب بود که ادامه میداد، ولی به هر حال من از نظر خودم میگم گرایشات مختلفی به نظر من حتما وجود داره. جنبش دفاع از حقوق زن یه جنبش یک دست نیست. من معتقدم یه جنبش قوی و عظیمی وجود داره. همونطور که گفتم اشکال بروز این جنبش با خودمون جنبش فرمان، اون جنبش جنبشیه که دیبا علی خانی بهش میگه من از نسل سوخته تو ایرانم. مهم نیست بچه چه طبقه‌ای باشه، از بچگی مجبورش میکنن سرش حجاب سر بکنه و یک خواست عمومی به همگانی هستش، علیه جداسازی، علیه آپارتاید جنسی، علیه آپارتاید سیاه ها. منتها توش مطالبات مختلفی هست، توش موقعیت های مختلفی هست و توش گرایشات مختلفی هست. به نظر من هیچ سازمان سراسری وجود نداره برای زنان، برای یک جنبش سراسری و عمومی وجود داره که مطالبات مختلف رو مطرح میکنه. من فکر میکنم که یه جنبش سکولار هستش که سکولاریسم میخواد، جدایی مذهب از دولت رو میخواد، قوانین مذهبی نمیخواد حاکم باشه بر روابط خانوادگی، قوانین مذهبی نمیخواد حجاب کودکان رو نمیخواد، حجاب اجباری رو نمیخواد. توی این طبقات مختلف شرکت دارن، طبقه بورژوا هست، طبقه کارگر هست و هر دوتاشون ممکنه خواستار یک جامعه سکولار باشن که مذهب دستش از سر زنا کوتاه بکنه. من معتقدم که بورژوازی ایران و بورژوازی ایران الان توی موقعیتی نیست که راستش بتونه کمترین اصلاحات سکولاریستی برای جامعه به بار بیاره و سکولاریزمی که حتی اگر در مبنای مطالباتش هیچ تناقضی با مطالبات یک جامعه بورژوایی نداشته باشه، ولی از عهده طبقه بورژوای ایران برنمیاد و این دست طبقه کارگر، دست کمونیست و دست گرایش سوسیالیستی توی جنبش زنان رو میبوسه. به نظر من گرایش سوسیالیستی، گرایش من میگم سکولاریزم، که سکولاریزم الزاما میتونه یه گرایش سوسیالیستی نباشه، هر غیر سوسیالیستی و هر بورژوایی میتونه سکولار باشه و گرایش سوسیالیستی، گرایش رادیکال تو جنبش زنان که برابری و آزادی زن و مرد رو میخواد توی جامعه که همه توش برابرن، همه توش برابرن در دسترسی از نعمات جامعه، منتها به طور واقعی تو جامعه ایران اون سکولاریسم رو بورژوازی ایران بن تاریخاً و به خصوص تو شرایط امروز قادر نیست و کمترین ادعایی هم خودش راستش نداره در مورد اینکه بتونه یه جنبش سکولار رو به طور واقعی به پیروزی برسونه. گرایش سوسیالیستی هست که به نظر من اون گرایشی هستش که دیبا علی خانی نمایندگیش میکنه و اون صدایی هستش که صدای اعتراضی هست که قطعنامه 8 مارسی که مخالف اعدام، مخالف حجاب و با خواستای رادیکال و آزادی خانه و برابری طلبان مطرح کرد. فمینیزم هست که اساسا گرایشی هستش که متکی هست به طیفی از زنان تکنوکرات و صاحب منصب تو ایران که میخوان فضای اعتراضی خودشون رو کمی تخفیف بدن، میخوان یه خورده خودشون تو موقعیت مناسبتری قرار داشته باشن. میبینن بقیه زنان سفرا و وکلا بالاخره حجاب رنگی دارن، میگن خب حجاب ما رو هم رنگی کنین. امثال زهرا رهنورد که در معیت خانم عبادی که اینا خانم عبادی ادعا نمی کنه فمینیزم اسلامی، ولی در هر کلمه که از حق زن حرف میزنه 50 بار به قرآن و آیت الله چیز میکنه که اسلام تناقضی با حقوق زن نداره. فمینیزم به نظر من با اسلامیت جور در نمیاد. فمینیزم افراط در به اصطلاح برابری حقوق خواهانه زنات که حتی برای این مبارزه میکنه که زن کشیش بشه و ارتش باشه تو همه مقاماتی که مهم نیستش که این مقام ناجی جامعه باشه یا مقام باشه که در نقش قطع کردن شیر خشک بچه ها هست یا نه، زن و مرد با هم برابر باشن که این تعریف فمینیزم. اون تا اینا یه رنگ اسلامی هم بهش دادن که راستش به نظر من خیلی خیلی کمتر شبیه به اون فمینیزم
ارتودکسی که توی غرب وجود داره. سرای شهابی، اجازه بدید ما خواهیم پرداخت به جنبش های اجتماعی و همچنین میپردازیم به جنبش زنان در قسمت دیگه سوالم. اجازه بدید که لیلا قرائی در رابطه با گرایش های متفاوت و اونچه که صحبت قبلشون بود رو اگر که صحبت دیگه ای دارن تکمیلی ادامه بدن. به هر حال تمام ببخشید تمام بحثایی که سریا الان مطرح کردش، خب منم با اونا موافق هستم، قبول دارم. من فکر میکنم که آزادی زنا از دید من آدم سوسیالیست رابطه مستقیم و تنگاتنگ با سرمایه داره. من فکر میکنم که مثلا فکر کنید که درکای ما از آزادی، از برابری، یه زن سرمایه دار که میخواد حالا مثلا خوبه که وزیر بشه، وکیل بشه، نمیدونم رئیس یه اداره بشه، برای اینکه بتونه استعدادهای خودش رو روش بده، راحت باشه، اگه 4 تا بچه داره مثلا وقتش تلف بچه ها نشه، بتونه مطالعه کنه، بتونه کاریر خودش رو ببره بالا. وقت کنید که برای این موضوع یک چند تا زنی که باید عجیب بشن در خونه این خانم امکانات برای این به وجود دیارن که این رشد بکنه، یعنی دست بچهش رو بگیرن، یعنی زحفاش رو بشونن، یعنی خونش رو بخوان تمیز بکنن. ببینید چقدر مسئله آزادی زن و آزادی انسان در گروه این هستش که بتونه خودش رو از شر یه جامعه سرمایه‌داری که پول و سرمایه حاکم بر انسان، مسلط بر انسان، بتونه خودش رو رها بکنه. من فکر می‌کنم اگه نتونه خودش رو از این رها بکنه، اون آزادی‌های دیگه آزادی سطحی هستن، یعنی سطحی هم نه، تازه غیر ممکن هم هستن. مثلا خیابون امنی می‌خوایم وقتی می‌خوایم بریم تو خیابون، حالا زن بورژوا هست، نمی‌دونم زن کارگر هست، کسی بهش تجاوز نکنه. می‌خوایم به مسئله تجاوز بپردازیم. آخه مگه میشه بدون نقد جامعه سرمایه‌داری؟ آخه مگه میشه بدون این دنیا و زندگی سیاهی که برای اکثریت مردم رو کره زمین درست کردن، مگه میشه بحثی از اینا کرد؟ من علاقه ندارم راستش حقوق من اندازه حقوق یه مرد باشه. وقتی میگم مرد، میگم آخه کدوم مرد؟ اگه این مرد نمیدونم کارگر بدبخت بیچاره، من اصلا نمیخوام اندازه اون باشه برابری. من برابری مون اندازه خودم میخوام، یعنی یه انسان آزادی که روی کره زمین داره زندگی میکنه. و شما دیبا علی خانی، این گرایشات متفاوت رو، متنوعی که در جنبش زنان هست رو چگونه میبینید؟ من هم فکر میکنم قطعا تنها گرایشی که میتونه دست مذهب رو برای همیشه زندگی انسانها کوتاه کنه، رفاه رو، برابری رو، کرامت انسانی رو، آزادی رو به زندگی میلیون ها زن محروم در جامعه برگردونه، فقط و فقط گرایش سوسیالیستی زنان هستش. عزیزان، سرای شهابی، لیلا قرائی و دیبا علی خانی، اجازه بدید که با هم دیگه بریم به اتفاق بینندگانمون، یک تنفسی بگیریم، برگردیم و برنامه‌مون رو ادامه بدیم.